این جلسه تمومه. آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم که داخل جلسه است. متأسفانه شو توجه نکردن. اشکال نداره، بفرمایید شما. چه خبر شده دکتر؟ شما باید به من بگین اینجا چه خبره. چرا نماینده یه شرکت خارجی اینجا سر و کلش پیدا شده؟ آروم باش. اتفاقی افتاده؟ شما باید به من بگین ایشون اینجا چی کار دارن میکنن؟ ایشون متقاضی شرکت تو مناقصن، ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که اغلب فعالیت‌های ایشون تو حوزه‌های دیگه اقتصاده، الا تو حوزه تخصصی ما که تو مناقصه ایم. آقای صبور، دکتر جان، به طور قانونی هر شرکت معتبر و خوشنام خارجی که پشت یه پیمانکار داخلی باشه میتونه توی مناقصه شرکت. با این قانون هر دلال بی ربطی میتونه به پشتوانه یه شرکت خارجی وارد چرخه تولید و اقتصاد بشه. واژه واسطه رو پیشنهاد میکنم به جای دلال به کار ببرین. شجری هستم، خوشحالم از دیدنتون. من با شما کاری ندارم. آقای صبوری، این جلسه دیگه تمومه. شما در جایگاهی نیستین که برای ما تعیین تکلیف بکنین. آقای صبوری، وقت این جلسه مال منه. ایشون میتونن بیرون منتظر بمونن. هر وقت من رفتم هر چی میخوان پنبه منو بزنن و هر چی هم میخوان داد کنن. وقتی پای منافع ملی در میون باشه صدای من از این بالاترم میره. شما تشریف ببرید، من تقاضای کتبی شما رو میدم به کارشناسا. در صورت تایید صلاحیت فنی و استعلام شرکت خارجی وارد مناقصه میشید. با این کارتون پشت ما رو خالی میکنین آقای صبوری. یعنی چی باید تو مناقصه شرکت کنن؟ بفرمایین. تا جایی که من خبر دارم از شما خیلی خوب حمایت شده، ولی شما جز با تلف کردن پول و انرژی و وقت هیچی دستگیرتون نشده. بفرمایید آقای دکتر توفیقی، همونطور که شما در مورد ما تحقیق میکنین ما هم در موردش ما تحقیق میکنیم. بفرمایید. روز شما بخیر. زود جوش میاری. من که خودم به زنگ زدم گفتم وقت با من اعتماد نمی کنی بلند میشی را میفتی میای اینجا. من نمیفهمم چرا وقتی که یه تحقیق به نتیجه میخواد برسه سر و کله یه دلال پیدا میشه که مشابهشو بیاره تو بازار. تو تحقیقات تو به نتیجه برسون اگر من دست این شرکت های خارجی رو قطع نکردم. هر چی خواستی بگو. اگه میذاری تو آرامش برو جمعون رو جلو ببریم. جای دست درد نکنه است. از وقتی شرکت های خارجی کنترلات مراقبت از پالایشگاه لولار به عهده گرفتن چند بار حرف پروژه تو جلو بالا دستی ها وسط کشیدن. از وقتی ایده تو بهم گفتی کی به این وزیر اون وکیل رو انداخت؟ بس کن صبوری. میدونی چند تا تقدیر نامه و مدال از طرف همین آدم ها خورده به سینه من؟ چی شد یه حالا شجری رو حمایت میکنن، سفارش میدن؟ خب بهانه‌شون اینه که طرح دکتر توفیقی فعلا در مرحله تئوریه. ما هم نمیتونیم پروژه به این مهمی رو به کسی بدیم که هنوز امتحانشو پس نداده. اما تو ناامید نباش، من کنارتم. نگران نشو، بالاخره یه جوری متقاعد میشن. منم با روش خودم بساط این شرکت‌های خارجی رو جمع. گله من نباشین، من تو این شغل یاد گرفتم که از کسی ناراحت نباشم و به شدت هم معتقدم که کدورت ها ممکنه به دوستی بیانجام. من با کسی که به فکر منافع مملکتش نیست دست دوستی نمیدم.
برای جلو رفتن اول باید بپذیریم که خیلی عقبیم. ما فناوری های زیادی تو این مملکت کم داریم، ولی من اطمینان دارم با وجود افرادی مثل شما و به زودی زود به این فناوری ها دست پیدا کنیم. در شرایط فعلی مملکت نمیتونه چرخش لنگ بمونه تا پروژه شما به نتیجه برسه. دنیا دنیای تعامله، تعاملی که امیدوارم من و شما هم بهش برسیم. فکر نمی کنم، چون مسیرمون یکی نیست. وقت بخیر. ببین قبلا بهت گفتم این باتریش باعث میشه لمبر بزنه. من فکر کنم اگه باتریش کوچیک‌تر باشه توی حمله سنسورهای اضافی بهتر عمل کنه. رد شدن از موانع برای هدفه. اگه سنسورهای جدید رو حذف کنید دیگه فایده ای نداره. دکتر مهندس مافی دلشون نمیاد که اسلوب اصلی سازه رو تغییر بدیم. آخه ما برای این سازه خیلی زحمت کشیدیم استاد. ببینید زنده‌یاب شما با تستای مکرر باید تو محل مناسب قرار بگیره. این قبلا مشکل رو نداشت. حیوانات سنگین وزن نوع زیستشون رو با جثه تطبیق میدن. پرنده شما هنوز مرکز ثقلش رو نمیدونه. منظورتون چیه؟ شما میتونید موانع ساده تر رو با مصرف انرژی کمتر جلو ببرید. اگه باتری تقسیم بر دو بشه و اطراف پرنده قرار بگیره میتونه توازنش رو درستر و متوازن ببره جلو. سازه چی؟ سنگین نیست؟ خانم مقدم باید به نظرات تیم احترام گذاشت. تجربیات مهندس مافی تو سازه بیشتر از شماست. مهندس جوادی هم دست سرمو برنامه داره. سلام. سلام دکتر. سلام مهندس. کاری داشتی؟ من دو سه روزی هستم دنبال شما میگردم. ما که حرفمون رو زدیم. واقعا خوش به حال گروه کاوش. رقیبشون که خیلی راحت با دستور از بالا حذف میشه. بعد هم یه دکتر برجسته مثل شما رو کاراشون نظارت میکنه. موفق باشین. الان منظور شما چیه دقیقا؟ منظورشون اینه که من با حذف تیم جهت مسیر رو برای تیم شما هموار کردم. درسته؟ من معمولا قضاوت نمی کنم. کاش یه حریف جدی تو دانشگاه داشتیم. اینجوری انگیزمون برای رقابت بیشتر می شد. خودم به اندازه کافی انگیزه داریم. تازه اینا پرنده هم ندارم. البته من میگم یه فرصت بهشون بدیم که با قدرت تیم ما بیشتر آشناشن. بعضی هم اینکه خیلی مغرور شدن. خانم مقدم، غرور شما کمتر از مهندس جوادی نیست. قراره به زودی از هر دانشگاهی یه تیم منتخب وارد مسابقات سراسری بشه. اگه بتونید گروه منتخب این دانشگاه باشید یه فرصت دیگه بهتون میدم. اون جوجه گنجیش که تون نمیتونه از پس غرور عقاب من بر بیاد. روز موعود میبینم اتون خانم. دیدین؟ یه تشکر ساده از دکتر نکرد. نگران نباش، از پسشون برمی. زیاد مطمئن نباشید، من بهتر از همه میدونم حریفتون کیه. اتفاقا باید خیلی نگران باشید.
نمیخواد نگران بشه. اسپاری مولا پرنده رو بردار بیرون. دلم تنگ شده بود مشتاق دیدار. بابا تو که یادی از رفقا نمیکنی. شرمندم به خدا، از بسترم شلوغه، هرچی گلگی کنی حق داری. اینجوری که درگیر پرونده میشی میفهمم که داری به نتیجه میرسی. خدا رو شکر. اصل حالت چطوره؟ الحمدلله میگذره، خوبم خدا رو شکر. چیزی شده؟ والا یه موردی پیش اومد، گفتم حضوری خدمتت برسم. جانم یادت دو سال پیش مأمور حفاظت یه شاهد بودیم، جوونه که ترور شد؟ الان یادمه، از ذهنم بیرون نمیره. اگه یادت باشه رد قاتل رو زدی ولی به نتیجه نرسیدی. آره آب شد رفت تو زمین، مثل روح ناپدید شد. چیزی شده؟ هفته پیش همباره از سیاهی قاشقچی رو کشف کردیم، کلی تصویر از مشتریاش داریم. بیا ببین. نگوش کن. آشنا نیست؟ خودشه. یکی از رابطه‌ام گفته بود اومده ایران. چی خریده؟ هیچی، فقط سفارش داده. مرتضی شک ندارم پای یه ترور دیگه در میونه. بعد ترتیبی بدیم خریدش انجام شه. این واسه تحویل سفارشش حتما میاد. و هیچی نشده، پرونده را دست ما در آوردی دیگه. خیلی بیشرفه. قفلت بکنیم کارشو کرده، واسه همیشه هم در رفته، دستمون به هیچ جا بر نیست. هر کمکی از دست من ساخته است در خدمتم. با چوب بسازه اینجوری مشکل وزن ملخ حل میشه. چی کار داری میکنی؟ دارم تو اینترنت دنبال مژگان میگردم. کی؟ مژگان عباسی. چته تو چرا قاطی میکنی؟ ترسیدم تو سلات و زور افن دنبال مشکل وزن وقت با پیمامون. اون وقت تو اینجا نشستی بازی میکنی. به جون خودم پا میزنم رو رفاقتمون، هر جفت دو نشده پر یه ذره آب بخور اصابت بیا سر جاش بخور. ای داد میزنه. اگه قرار نشه رو هواپیمامون کار کنی وطن، اگه قرار نشه رو هواپیمامون کار کنی خب جواد کو، مگه تو کار نداری بیکار نشستی اینجا دنبال مژگان میگردی؟ عزیزم هر چی میکشه دست همین خانومه. من برای کار خودمون دارم دنبال مژگان میگردم دیگه. از صبح که تو رفتی جواد پاشو کرده توی کفش که این تر به درد ما نمیخوره. من چیکار کنم این وسط؟ ما که به تفاهم رسیده بودیم. بله ببین
جواد از قبول نشدن تو پورتلند میترسه. راستم میگه. ما برای اونجا نمره بالا میخوایم دیگه. خب نداریم. پرندمون خرابه. پرنده نداریم. نمره بالا هم نداریم تو دفاعیه. چیکار کنم؟ باید بگردم دنبال خانم مژگان. نگو مژگان. بگو بلا. بلا شده بلای جون ما. باشه. بلای جون شما، بلای جون ما. باید بگردم پیداش کنم بگم خانم محترم اگه هنوز به جواد علاقه داری یه نامه یه دعوتنامه بفرست ما پشیم بیایم پورتلند. به اون علاقه داره، اون وقت برای ما دوتا بفرسته. آخه ما یه تیمی، ما جواد بدون ما جایی نمیره. اگه راهی بود حتما میرفتیم سراغش. راه هست. چه راهی؟ راهش الان زبون مژگانه، فقط اون آرومش میکنه. نه الان فقط زبون من درستش میکنه تا تکلیفمو باهاش روشن کنم. الان کجاست؟ با تو هم بده زمین اونا رو. با تهدید کار درست نمیشه، عصبانی هم نباش. من عمرن اینجوری بهت بگم جواد کجاست. آره راستی. آها آره الان کجاست؟ ببین میخندی چه بهتر میشی؟ هفته انفرماتیک الان کار من تموم میشه، با هم میریم پیشش. آها پس اونجاست. یه جوادی بسازم که 10 تا جواد بغلش بزنه بیرون. آقا بی خیال دیگه، چرا ول نمیکنی ماجرا رو؟ حسن تازه داریم با هم خوب میشیم، تو رو خدا خرابش نکن. تا کی با تاوان این رفاقتو بدی؟ چه تاوانی برادر من؟ چرا داری شلوغش میکنی؟ گفتم مژگان عباسی رو پیدا میکنیم یه بخشی از مشکلاتمون حل میشه. چجوری؟ نه آدرس، نه شما تلفن، نه ایمیل، چجوری پیداش میکنیم؟ بالاخره یه ردی نشونی یه چیزی ازش پیدا میکنیم دیگه. نمیشه، مژگانم که پیدا بشه جواد یه بهونه دیگه میاره. وقت پول از کجا بیاریم پرندمون رو بسازیم؟ نمیشه که الازی تصمیم جدید بگیره. چه خبرتون آقا؟ دام انشالله روشن رو سرتون. سلام آقا ملکی. سلام. مشکلتون پوله؟ یه اطلاعیه رو بخونو شاید مشکلتون حل شد. ای بابا ببخشید آقا. قبول کنه. قبول میکنه. نگران نباش. سلام مهندس. سلام بچه، خسته نباش. چی کار داری میکنی آقا جواد؟ بذار کارام عقب واسه اونجا. کاراتو بذار کنار، اومدیم با هم حرف بزنیم. مسعود جان ما که حرف زدیم. قاسم جان مگه ما حرف نزدیم؟ اون پروژه به دردمون نمیخوره. آقا ول کن لپتاپ، اینو بخون. آه. چیو بخونم؟ واقعا 15 میلیون جایزه گذاشتن؟ بله 15 میلیون. اگه بتونیم برنده بشیم پرندمون رو تا دفاعی آماده کردیم. خب چرا نتونیم برنده بشیم؟ معلومه که میتونیم. آقا قاسم بگیر. بده بیاد. چی کار میکنی؟ میگم برات. بچه‌ها، دخترها، پسرها جمع شین همه. جمع شین بیان، یه خبر مهم دارم داغ داغ. بیا بابا. آقای سلیمانی بیا عزیزم، بیا جلو. آقای آقاسی بیا با شما هم عزیزم. جمع شین همه. بچه‌ها الان رو برد دانشگاه یه اطلاعیه‌ای دیدم که روش نوشته قرار مسابقات ریس پرنده‌ها بین دانشگاه‌های صنعتی کشور برگزار بشه. نکته مهمش اینه، از اونجایی که متولی این مسابقات دانشگاه خودمونه، گویا مدیریت محترم قبول زحمت فرمودن یک جایزه توپل برای نفر برگزیده در نظر گرفتن. و اما جایزه 15 میلیون تومان برای تیم برگزیده. حالا اینو بگم براتون، متاسفانه یا خوشبختانه از هر دانشگاه فقط یه تیم میتونه توی این مسابقات شرکت کنه. حتما اون تیم هم شمایید. بله دیگه، وقتی تیم ما یعنی تیم جهت وجود داره حتما شانس بقیه در حد اقله. اما از اونجایی که ما اهل رقابتیم بچه‌ها و رقابت سالم، من از همتون تقاضا میکنم تمام تلاشتون رو بکنید. تأکید میکنم و تمام تلاشتون رو بکنید. البته دیگه تا شما هستین مگه تلاشای بقیه به چشم میاد؟ بالاخره باید زحمتتون رو بکشین خانم، کاری که از دست شما برمیاد. اما اینو بگم بهتون، هستن بین دوستان حاضر در این جمع افرادی که دوست دارن تیم ما با سر بخوره زمین تا تیم خودشون بیاد بالا. من اینو اینجا رسما به عنوان نماینده تیم جهت اعلام میکنم، آرزو بر بانوان عیب نیست. آقای اعتماد به نفس،
به جای پرحرفی کردن شما بهتره برید گنجیش که تو رنگ کنی، شاید بتونی جای قناری قالبش کنی. خانوم من اصلا با شما بودم، اصلا من اشاره مستقیم کردم بچه ها، من اسم گروهی آوردم. شما چرا به خودت گرفتی خانوم؟ چوبو که دست میگیرن گربه دازه حساب کار خودشو میکنه. حالا خودتونم میدونیم ما اهل حاشیه و جنجال نیستیم، من فقط خواستم از این طریق اعلام کنم که امروز به یمن ورود تیم جهت به این مسابقات تمام بچه های هوافضا مهمون مهندس جوادی هستن. کیک و چای بفرمایید به افتخار مهندس جوادی. شکست نشین انقدر بریز و بپاش میکنی. خانم ما به اندازه وسعمون خرج میکنیم، دستمون تو جیب خودمونه، تو جیب بابامون نیست. شما اینو نگی چی بگی؟ من واقعا خوشحالم که دانشگاه داره این فرصت رو به هممون میده و واقعا امیدوارم اون تیمی که استحقاقشو داره برنده این مسابقات بشه. برای اینکه حسنیتمون هم ثابت کنیم، گروه کاوش هم چای مهمون من. یه لحظه وایسین. ما نیازی به مهمون کردن شما نداریم، قبلا جشنمون رو گرفتیم. آقای جوادی، کسی که رجز میخونه یعنی همه وجودش رو ترس گرفته. راست میگه خانم مقدم، قشنگ معلومه ترسیدی. بفرمایین به کارتون برسیم. اتفاقا من از اینکه رقیب جدی مثل شما دارم خیلی هم خوشحالم و امیدوارم واقعا تیمی که مستحق برنده بشه که حتما ماییم. حتما این دوستان تا چایی ها سرد نشده بفرمایین بوفه، همه هم بگیم مهمون مهندس جوادی. بفرمایین. اون نمیخواد که با من، برو نگران نباش، بریم. بفرمایین چایی سرد نشه. چشم حتمان، خیلی ممنون. دیدین چی جوری حالشونو گرفتم؟ حتی خودم خجالت کشیده بودم. نگران سلامتی تو ها بچه ها، به نظرم خیلی تیم جهت رو جدی گرفتی. مرضیه جون، اگه بتونی حال این تیم جهت رو بگیری من یه شیرینی خوب بهت میدم. نگران نباشی، با هم از پسشون برمیایم. بریم فکر نکنن جا زدی. حالا رادیو رو تکون بده. یه فکری هم برای جای آنتنش بکنید. آنتن برای چی؟ لازم داره چون. مگه میخواد چیکار کنه این پرنده؟ همون کاری که کوادکوپتر میکرد. جواد نگو تو رو خدا گرفتارمون میکنی یا؟ نگران نباش. میگه قرار نیست بالا سر منطقه نظامی پرواز کنه. دفعه پیشم همینو گفتی. نه این بار واقعا نمیره بالای منطقه نظامی. دوم اینکه بالاترین نمره رو به اتوپایلوت میدن. سوم این ققنوس ما اگه قرار دوباره جون بگیره باید بتونه از پس خودش بر بیاد. خب
خیلی هم خوب، همه اینه که گفتی درست، ولی میدونی چقدر پول میخواد؟ ما الان پول اضافه ای نداریم برای این چیزایی که گفتی. خدا کریمه. خدا کریمه، ولی خب خدا با آدم عقلم داده. بریم انتقش باز کنیم الان بالو. بذارین یه چک دیگه بکنم. چک دیگه دیتای درگ رو نگاه کن. درگ کم بالاست منصور. داوی حمله رو بند درجه ببر بالا. پیچینگ مومنتش هم بالا به نظر میاد. بعد 5 درجه زیاده. باید یه درجه درجه بریم بالا. آه. چک کنیم. درگ باز رفت بالا. اگه بتونیم بعد تیک آف چرخ ها رو ببندیم درگمون خیلی میاد پایین. این مکانیزم کلی وزن به هواپیما اضافه میکنه. راست میگه، مشکل وزنم داریم. تازه این فقط وزن بدنه است، درگ بالا هنوز اضافه نشده. خیلی خب بیاریمش پایین. سلام. سلام راشدی، ببینم چی کار میکنید. سلام. سلام. بفرمایید. امروز چه خبره؟ دانشجو به خاطر جایزه به جنب و جوش افتاده. آها. به نظرت به تیمای خودمون امیدی هست یا نه؟ آره، سلام. تیم جهت، تیم کاوش. البته من به تیم جهت بیشتر باورم. بله، اون که استاد راهنماشون خودتی. ولی متاسفانه یا خوشبختانه منم بهشون امید دارم. صادق این طعنه و تعریف. سلام. سلام. دکتر من میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ یه چند تا سوال راجع به پروژمون داشتم. ممنون میشم. ببخشید من امروز خیلی کار دارم. معذرت میخوام. ببخشید. دلتو خیلی به استاد توفیقی خوش نکن. ایشون کلاً طرفدار جواد جوادی تیم جهته. چیه؟ هیچی. بچه ها فکر کنم دور موتور شماره 3 با بقیه موتورها همسان نیست. من خودم تستش کردم مرزی جون، کاملا درست بود. ولی باید بعد پروازم تست بشه، چون ممکنه موتور توی فشار این اتفاق براش بیفته. منم قبلا به این مشکل برخورده بودم. فکر کنم اگه قطعاتش رو سبک‌تر کنی مشکلمون حل بشه. نه اتفاقا اگه سبک‌ترش کنی مرکز ثقلش به هم می‌ریزه. راست میگه، من یاد نیست دکتر توفیقیشی گفت. بچه اونجا رو غلط نکنم این تیم جهت بعد از دانشگاه میرن رو پرندهشون کار میکنن و نگاهشون کنی؟ اگه لازم باشه ما هم باید همین کار رو بکنیم. تمام برو بشین. اصلا یه کاری کنیم، پشین جمع کنیم بریم بگردیم ببینیم شاید بتونیم از قطعی که میخواییم رو پیدا کنیم. الان که خیلی دیره، بذاریم فردا قبل دانشگاه میریم. مرضیه جون بچه مثبته، نمیتونه از یه ساعتی به بعد بیرون باشه. یه زنگ به بابام میزنم ببینم چی میگه، اگه اجازه داد چشم. واو، مگه هنوزم از این بابای سنتی هست؟ تو سنت از نظر شما چی باشه؟ همین رفتاره یه عقب افتاده و عصر حجری. این که اعضای خانواده حواسشون به هم دیگه باشه فکر نمی‌کنم اسمش عصر حجری و عقب افتادگی باشه. چرا هست؟ اتفاقا این دگماتیسم عزیزم. وقت گیر آوردی واسه بس الان دعوا میشه. من دعوایی ندارم، فقط میخوام به این خانم استقلال رو یاد بدم. نمیخواد شما به من استقلال یاد بدی. هر خانواده یه روش تربیتی داره. البته که داره. بله، خیلی از خانواده ها هستن که کاملا آپدیت و بروزن. البته بعضی از خانواده ها و پدرشون همچنان امولن. دیگه خیلی داری توهین میکنی، چی بهت نمیگم. این اسمش توهین نیست، آگاهی دادنه. باید بپذیری که افکار پدرت منجمده. تو نسل جدیدی، تو باید یخ فکریشو باز کنی. سپیده پوشو جمع کن بریم، مثل که خانم اجازه ندارن امروز با ما جایی بیان. مرضیه جون، با
ببخشید ناز اصلا منظوری نداشت. چرا خوشگت زده؟ بریم دیگه. باشه اومدم. باشه رو حرفا ما حرف میزنی یا چشم. حالا چی کار کنیم؟ هیچی، خودمون میریم خرید میکنیم، منت این دختره رو نمیکشیم. آخه مرزیه جون بهتر میدونه چی میخوای. بابا به خاطر گرفتن حال تیم جهت هم شده کوتاه بیا دیگه. ببین یک بار دیگه جلوی من از این دختره دوگم عتیقه دفاع کنی من میدونم و تو ها. بشین تو ماشه حرف اضافی هم نزن. میگم اگه اون قطعاتی که ما میخریم اون قبول نداشته باشه چی؟ مگه اون باید قبول داشته باشه؟ ببینم نکنه تو راستی راستی باورت شده اون رئیسه؟ آره؟ آره؟ نه. آها نه سب کن نشونش میدم دختری لوس نونور بابایی. باشه باشه چشم خیالتون راحت باشه بابا جون زود میام. چشم خداحافظ. آخ جون مرزیه جون مامو میای؟ یه شرط دارم. چه شرطی؟ باید به خاطر حرفایی که به پدرم نسبت دادی عذرخواهی کنی. من جای الناز جون معذرت میخوام. باشه مرزیه جون معذرت میخوام. بنده از پدر محترمتون عذرخواهی میکنم. الان راضی شدین؟ اجازه میدین حرکت کنین؟ من برای همین اینجا روشن کن بریم. خدا رو شکر. مسعود. آقا مسعود. خب باشه زر کمک کن من چشام دیگه باز نمیشه. خوش الان میام میخورم تو بخور الان. آقا قاسم اینجوری میخواستی کمک کنی؟ باشه باشه باشه. جدی میگی که 6 سالم طول بکشه بازم صبر میکنی؟ آره مرد و حرفش. ولی من نمیتونم اینقدر صبر کنم. هر کاری میکنم که زودتر تکلیفمون معلوم شه تو بیای اونجا. میشه ازت یه عکس بگیرم؟ بگیر. هر جای دنیا میری مراقب خودت باش. تو هم خیلی مراقب خودت باش جوون.